شیوخ اشایر عراق در دیدار با مرجعیت شیعه آیت الله سید صادق حسینی شیرازی تأکید کردند که مرجعیت زامن امنیت مردم است به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله شیرازی روز جمعه سوم شعبان المعظم مصادف با سال روز میلاد سراسر نور حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام شماری از شیوخ قبیله ها و عشایر کشور عراق ضمن حضور در بیت مرجع عالیقدر حضرت آیت الله سید صادق حسینی شرازی مدزلو در شهر مقدس قم با معظم الله دیدار نمودند شیوخ عشایر عراق در دیدار خود بر نقش مقام شامخ مرجعیت شیعه در مصون ماندن جوامع مسلمان و شیعیان از بحران و گزندهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی اذعان کرده و اعلام داشتند که عراق طی سالیان سال با بحرانها و خطرهای مختلفی روبرو بوده است که با کمک مراجع ازام تقلید و مقلدین آنها و با تدبیر و فداکاری در مقابل این خطرات ایستادگی کرده و آنها را گذرانده اند. آنها با اشاره به نقش مرجعیت خاندان شیرازی در مبارزات علیه استعمار انگلیس ادامه دادند کشورهای ایران، عراق و برخی کشورهای اسلامی شاهد کشورهای ایران، عراق و برخی کشورهای اسلامی شاهد زنده فداکاری های خاندان معظم شیرازی هستند. آیت الله میرزا سید حسن شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو ایران را و مرحوم آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی رهبر انقلاب 1920 میلادی کشور عراق را در مبارزه با استعمار بریتانیا رهبری کردند و ملتها را از این بحرانها رهایی بخشیدند شیوخ اشایر راغ در پایان دیدار خود با آیت الله شیرازی ضمن تبریک حلول ماه شعبان و ایام ولادت ائمه اطهار علیهم السلام به ایشان افزودند باعث مسررت و خوشنودی ماست که امروز و در چنین روزهای پربرکتی میهمان شما باشیم و اعلام می‌داریم تا خون در رگ ما جاری است زیر پرچم حسینی مرجعیت شیعه به راه شما که همان راه رسول خدا صلی الله علیه و آله است ادامه می‌دهیم